همین روز در ادامه خوانش پیشگفتار همان کتاب در بالا، ادامه بیان روشن و زیبای دکتر رحمتی، دو نقطه، هم عرفان توصیفی و هم فلسفه عرفان هر دو نگاهی از بیرون به عرفان دارند، ولی علم عرفان همانطور که گفتیم عین استغراق در عرفان است. زبان مورد استفاده در دو تحقیق نخست زبانی درباره عرفان است، درباره پررنگ، حالان که زبان مورد استفاده در علم عرفان را در حقیقت میتوان زبان عرفان نامید. مرحوم حائری میکوشد تا با استفاده از این تمایز تناقضی ظاهری را که در عبارات ابن سینا وجود دارد دفع کند. او هدف تمهید مقدمه به عبارتی از افلاطین استناد میجوید. دو نقطه، میپرسید چگونه میتوانیم ذات لایتناهی انفینیته را بشناسیم. در پاسخ میگویم میتوان او را شناخت، منتها نه از راه عقل. شأن عقل در تمیز دادن و تعریف کردن است. ذات لایتناهی را فقط در صورتی میتوانید درک کنید در گیومه که وارد حالتی شوید که در آن حالت دیگر خودتان نیستید. این همانا آزاد شدن ذهنتان از آگاهی متناهی است. بنابراین وقتی که دیگر متناهی نباشید با ذات لایتناهی یکی می شوید. این وصال را، این وحدت را درک می کنید. صفحه 62 ابن سینا و تمثیل عرفانی. همین روز چند لحظه بعد از اتمام نوشته شدن در بالا فهمیدم دقیقا همین است، منتها اتصال بین دو عالم را در موردش پس ندادم. اینکه در بالا پیش از قسمتی که از نوشته شدن نوشته کربن آورده شده است نوشتم در ژورنالم و انتقال یافته به این متن که نظم حاضر در گیومه که به وقوع میپیوندد در خانه هم از طریق نظم در آویختن پرده ها مثال دیگر از بیرون آورده شدن نیش است. نیش وکیل محسن نامدار، نیشی که در رابطه است با نظم در آویخته شدن پرده ها را بایستی بس بدهم، به بیانی بازش کنم، باز در گیومه، به بیانی در کنتکست زمینه‌اش قرار دهم. زمینه کنتکست برابر است با مشکل به اضافه راه حل های مشکل. 3 سال است هم در زندگی و روح من وارد می شود از طریق ساکنین این مشتبه 6 واحدی. به دلیل مدیر مجتمعی که زد و بند می کند و کوچکترین از وظایفش را انجام نمی دهد و کسی صدایش در نمی آید. 2 واحد مستأجر دارد و 3 واحد به حق و شاید 4 واحد مالک دارد. زیبایی که ایجاد می شود از طریق نظمی که به بقو می پیوندد پادزهری ضد این سم سموم. مدت 2 سال از خانه‌ام تخریب می شود و حکم به نفع من به اجرا در نیامده است. به مدت 1 سال، چون فرد مجرم، چون آدرس فرد مجرم ناشناخته اعلام شده است برای ابلاغ حکم به او. هفته پیش دانستم فاز مرتبه جدید نبرد متشکل می شود از زیبایی که نشان از شناسایی سم و همزمان نشان از بیرون کشیدن سم دارد. ترکیب جدید دراویخته شدن پرده ها، تغییر پرده اتاق، نوشته هایی هستند فاقد کلمه. 2 کلمه آخر در حین نوشتن رسیدند و بسیار متأثر شدم و اشک در چشمانم آمده است. زیرا چون نور طبیعت نمیتواند سخن بگوید، در خواب از نیروی کلمه، در پرانتز از نیروی خداوند شکل‌هایی را پدید می آورد. صفحه 135 کتاب یون، ماهیت روان و انرژی آن. در این متن از کلمه به معنای نیروی خداوند نوشتم و این گذر را از کتاب یون به بیان یون آوردم. این نصب به وقوع پیوسته و به حد لایتناهی زندگی من انتقال نیروی خداوند است در عوالم من به عنوان حقیقتی متشکک. قبل از این گذر از کتاب یون آنچه نوشته شده است را می آورم برای اینکه برای خواننده این متن زمینه درک گذر بالا فراهم شود. بیش از این
و چنین پیداست که آدمی تنها در امر نامرئی است که دانایی می‌یابد و دانایی هنر و دانایی صنعت هنر اوست از نور طبیعت. آدمی پیامبر نور طبیعی است و از رهگذر رویاها و چیزهای دیگر است که از وجود نور طبیعی خبر می‌شود. خبر در گیومه. چون نور طبیعت نمی‌تواند سخن بگوید. از کتاب یونگ. همین روز شگرفی درونی با بحث یافتن آنچه این متن را شروع کرد، موضوع تماس با وکلا، تماس حضوری با آنی که محسن و نامدار است در وجودم آمد لحظاتی پیش. غیر پیشبینی برای من که متن‌های من در حال حاضر هم دارای این چنین خصوصیتی باشند و نه فقط سفیر به طور خالق‌العاده آن را دارا باشند، نوشتم در ژورنالم و مستقیماً در متن حاضر در مورد آنچه شکل نداشت و خود را زنده و دارای شکل می نماید به مرور و شکل می دهد به وجودم. خبر می دهد. خبر در گیومه. خبر را وقتی در خطوط آورده شده از کتاب یونگ در بالا می خواندم، دادن این متن بنویسمش مرا جذب کرد، مانند قطب یک آهنربا. همزمان جریانش را حس می کردم و در این حال به صورت سوال پاسخ نمایید به من. جریان، سیر زنده بودنش، زنده بودن کلمه خبر. زمینه کنتکست زندگی روزمره خبر می دهد. از جریان زنده که با دگرگون شدن شکل می گیرد. برای معنا دادن معنا شدن. همینطور ناهماهنگی در نحوه آویختن و ترکیب پرده ها به نظمی به نام هماهنگی، سادگی، زیبایی، آرامش مبدل شدن در این حال ایام آزاد آماده سازی خود است برای مرتبه جدید از نبرد. نمونه دیگر خبر، اینکه مشکل تخریب خانه و مشکل اجحاف به من و آزارهای آن فرد نسبت به من که خود را مدیر کرده است با هم در پیوند بودن. دگرگون شدن شکل جریان مشکل همچنین در این مورد شکل گرفته. این سه سال چهره پنهان این مجتمع برای نمایان کردن آنچه پنهان شده است و افراد خود را از من پنهان می کنند. این چهره پنهان همزمان راه خط تیره حل‌های مشکل می باشد. به جای ترک واسط مسکنم و این شهر ماندگار شدم و چهره ها نمایان شدند و تصمیم به ادامه نبرد گرفتم با همیاری یک وکیل. این بار تیره های خط تیره به سقف می آیند و به هم وصل می شوند. در مورد هر نمونه از شکل مشکل، دو مورد در بالا، هر شکل خط تیره مشکل، یک تکه از خط تیره دیگر است که به ترسیم در می آید با شناخت. شناخت در گیومه، شناخت حاصل شده از جریان زندگی روزمره. زندگی روزمره خود این شناخت است. وقوع تجربه نفسانی من رابطه از درون با وجود حقیقتی که خداوند است در واقعیت در به وجود آمد. در به وجود به خط تیره وجود آمد. شناخت من از این از کیفیت این رابطه برخوردار است که به حس خط تیره شهود و به بیان و بیان توسط نوشتن در می آید. در حالی که امروز 20 ژوئیه برابر با 30 تیره 99 خطوطی در گذر بالا اضافه شدند و خطوطی فرمول بندی جدید یافتند، پست زیر را که اتصال جالبی شیرینی با جریان زندگی گذر این مد در بالا به وجود می آورد و لحظاتی پیش در این کانال تلگرام کتابخانه علمی خواندمش را برای خواننده این مد می آورد. هیچ کس یک باره معتاد نمی شود، یک باره سقوط نمی کند، یک باره وا نمی دهد، یک باره خسته نمی شود، رنگ عوض نمی کند، تبدیل نمی شود و از دست نمی دهد. سه نقطه. زندگی بسیار آهسته از شکل می افتد و تکرار خستگی بسیار موزیانه و پاورچین رخنه می کند. قدم اول را اگر به سوی حذف چیزهای خوب برداریم، شک مکن که قدم های بعدی را شتابان برخواهیم داشت.
نادر ابراهیمی 40 نامه کوتاه به همسرم. همین روز لحظاتی پیش رولکساسیون برای بیان ساده آنچه مدیتاسیون است در اصل توسط دو متد سفخولوریج را انجام می دهم و هدفون شعر آن لاسانا را پخش می کرد و شاید به این دلیل از حضور یک به یک ایده ها در لحظات انجام رولکساسیون یکی از حوایج ایجاد سکوت است. این روزها به صورت نشسته هم هر دو تمرین را انجام دادم، در حین گوش کردن به این شعر و دیگری که قبلا نام بردم. اول فکری که رسید این بود که چه ترسی داشتم هر بار با زندگی کردن در ایران فکر می‌کردم به زندگی کردن در ایران فکر می‌کردم و نبود کتاب‌ها به زبان فرانسه غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل شناخت بود برای من. عالم فراتر از عالم روزمره زندگی، وقوع تجربه نفسانیم دو سال پیش و ورود من به عالمی برتر، به عالم مفهوم‌های علمی، به عالمی برتر از مفهوم‌های علمی. مطلب دیگر که خواستم بنویسم این است که در متنی به زبان فرانسه که بازخوانی کردم دیروز و از طریق گوگل یافتمش در مورد زندگی یونگ نوشته است، برای یونگ دسترسی به حقایق روانشناسانه یا علمی جان نقش جایگاه خودش را دارد. مطلب دیگر که در من حضور یافت نوشتن ثلاثه با ترم‌هایی که در این متن استفاده کردم بود و همزمان به لغات یونگ در این متن به زبان فرانسه در گوگل در مورد همین حرکت و همچنین سعی داشتم جملات تفکر یک و بومه را در مورد این حرکت به یاد بیاورم که در سفیر نوشتم. سم، زهر، پادزهر، سمزدائی. از زهر یا سم در این متن استفاده شده است و سمزدائی به عنوان محصول ترکیب یا تأثیر دو قطب زهر پادزهر را در لحظات تمرین مدیتاسیون امروز یافتم، یا بهتر بگویم جستجو کردم کلمه مناسب را، و این کلمه مناسب است. یونگ در مورد خدا به عنوان روح اعماق فراتر از روح زمانه که با گذر نسل‌ها تغییر می‌یابد می‌نویسد در کتاب سرخ. خلاصه‌ای بسیار مختصر به زبان فرانسه را مدت کمی است از طریق گوگل یافتم. خطوطی دیگر از آن دانستم که به کنار از روح زمانه، این زمان یک روح دیگر فعال است، آن یکی که بر اعماق تمام آن بخشی از حال است سروری می‌کند. سه وجه این آفرینش مداوم روح اعماق را بیان می‌کند. ثلاثه که ترکیب زهر، پادزهر، سمزدائی را برای بیان این آفرینش انتخاب کردم در این متن. سمزدائی معادل با وحدت است در این حرکت سه وجه، وحدتی که بنیادش حرکت است برای نزایی روح اعماق همیشه نو هر بار. ایستی نیست در این حرکت روح اعماق. ثلاثه را می توان با کلمات دیگر بیان کرد. تولد، مرگ، فراتر از مرگ. در همان لحظات تمرین مدیتاسیون امروزم فراتر از مرگ را یافتم به عنوان محصول ترکیب تأثیر دو قطب تولد، خط تیره مرگ. یاد نوشته از هنری کوربن افتادم که کتاب فروشم در روزی می شود به من گفت بایستی بازنشر شود و اشتباه می کردم کتاب نوشته هنری کوربن نیست. پاسخ ها از هنری کوربن است. نام مرد ایستادن در آن سوی مرگ. در مورد واژه یک و بومه، در مورد این حرکت که نوزایی مداوم است در سفیر، در فایل این کتابم، کتاب اولم جستجو کردم و این گذر یکی از خطوط در مورد یک و بومه است. نوع ادراک بومه، دو نقطه، از مفهوم ها استفاده ندارد و از طریق آنتیتز عمل می کند. ایست نشده، همیشه در حرکت. این فیری که فیری کلمه‌ای به زبان لاتین است، نوعی زمان آینده است در متنی به زبان فرانسه که از دستور زبان این زبان توضیح داده شده. در مورد فیری نوعی از آینده
از فیری که در دستور زبان فرانسه هنوز جای خود را ندارد و گذر دیگری در مورد بومه. از کتابم سفیر در نوت دیگری از این متن فرانسه زبان در مورد یکو بومه از وحدت سخن است نزد او و به این دلیل می آورمش در اینجا و می بینم که هگل یک روشن فکر یکوب بومه را تفسیر می کند. همانطور که از مقدمه این متن انگوش روی مطلب اساسی گذاردن تا جوانان ایران تا جوانان خوشیار باشند اینکه آنهایی که خود را روشن فکر می شناسانند سرچشمه تفکر خود را در متون عرفانی یافتند. گذر را می آورم از متن فرانسه زبان که در سفیر نوشته شده. برخلاف پیشینیانش ولانتن وگل و سباستیان فران که طبق سنت اوگوست در مورد بدی به عنوان محرومیت از خوبی تاکید داشتند، در مورد ثبات وجود شناسی آن یعقوب بومه بدی را به عنوان جوهری برخواسته از آفرینش خیالی الهی عنوان می کند. در صورتی که در اوان قرن 17 به خصوص در فرانسه با جریان برولینی گناه را به عنوان نیستی تعریف می کردن. یعقوب بومه در ناحیه هستی آن را ثبت می کند با در نظر گرفتن اینکه خداوند شامل همه چیز است. نیکی و بدی دو دنیای غیرقابل صلح با یکدیگر نیستند، برعکس یکی بدون دیگری امکان ندارد به تفکر درآید. همانطور که هگل مورد توجه قرار داده است، یعقوب بومه سعی بر این دارد که همه چیز را در یک وحدت بالاتر حفظ کند. دو نقطه: وحدت الهی مطلق و وحدت تمامی تضادها در خداوند. گیومه بسته: تضاد نیکی، خط تیره بدی یک جدایی هستی شناسانه را فرض نمی کند. اینها بیشتر دو وجه مختلف منتها مکمل یک واقعیت در حرکت می باشند. ختم گذر متن فرانسه زبان در مورد یعقوب بومه که در سفیر هم نوشته شده بود.